سلام، خیلی خوش اومدید. آموزش زبان کره‌ای، تاپیک 6، سطح C2. من مریم باقری، دارای مدرک تاپیک از سفارت کره جنوبی در ایران و مدرس زبان کره‌ای هستم. فصل 1، نقش فرد در جامعه. درس اولمون در مورد جامعه و فرد هستش. کین یعنی فرد. کا به معنای و هستش که برای باپچیم ها استفاده میشه. ساه جامعه. کین کا ساه جامعه و فرد. این گرامر برای فعل ها و صفت ها استفاده میشه. گرامر نن کامی اید. این گرامر به معنای احساس داشتن یا تا حدودی بودن. به طور مثال، تا حدودی حس افسردگی دارم، حس خوشایندی دارم، حس شاد بودن رو دارم، تا حدودی حس توجه رو دارم. دیدین گاهی میگیم حس درس خوندنه نیست، حس درس خوندنه هست. این معنا رو بیان میکنه، به معنای احساس داشتن و یا تا حدودی بودن. سلپیده به معنای توجه کردن هستش، معنای دیدن و مشاهده کردن هم میده. این گرامر برای با پچیم ها و بدون پچیم ها به صورت یکسان میاد، البته برای فعل ها. سلپیده به علاوه نن کامی ایتا میشه سلپی نن کامی ایتا. تا حدودی حس توجه کردن رو دارم، حس مشاهده کردن یا تماشا کردن رو دارم، احساس تماشا کردن رو دارم. اگدا اینجا فعل ما بدون پچیم هستش، اینجا فعل ما با پچیم هستش. ما هم برای بدون پچیم ها و هم برای با پچیم ها از نن کامی دا استفاده می کنیم. اگدا به علاوه نن کامی ایتا میشه ایگ نن کامی ایتا. تا حدودی حس درس خوندنه رو دارم، احساس خوندنه رو دارم. برای صفت ها به چه صورت میاد؟ این گرامر برای صفت ها باید قانون با پچیم ها و بدون پچیم ها رو رعایت کنیم. برای صفت هایی که با پچیم هستن ما از ان کامی دا استفاده میکنیم. برای صفت هایی که بدون پچیم هستن از ان کامی دا استفاده میکنیم. چاک دا به معنای کوچیک بودن هستش، با پچیم هستش، پس ما از ان کامی دا استفاده میکنیم. میشه چکن کامی دا. تا حدودی کوچیک بود، تا حدودی حس کوچیک بودن رو دارم، تا حدودی حس میکنم کوچیک هستش. فکر کنید یه وسیله خریدین و حس میکنید کوچیک هستش، یا توی یه خونه زندگی میکنید و حس میکنید اون خونه کوچیک هستش. ندا به علاوه ان کامی دا میشه چون پچیم داره، میشه ندن کامی دا. تا حدودی حس میکنم دیر میرسم یا دیر رسیدم، دیر کردم. تا حدودی دیر بود. صفت بعدیمون نبودا هستش، به معنای بد بودن هستش. به علاوه کمی دا میشه نبن کمی دا. حس میکنم بده، تا حدودی بد بود. گرامر بعدیمون گرامر اند یا اند. این گرامر به معنای حتی اگه. این گرامر برای صفت ها و فعل ها استفاده میشه که ما باید قانون با پچیم ها و بدون پچیم ها رو برای هر دوشون رعایت کنیم. برای صفت ها ما باید قانونی که برای با پچیم ها و بدون پچیم ها رعایت میشه رو رعایت کنیم. پپو دا یعنی شلوغ بودن. به علاوه ندی میشه پپندی. پپندی
حتی اگه سرت شلوغه، حتی اگه سرم شلوغه. برای صفت ها، باز هم برای صفت ها ما باید قانون با پدچین ها و بدون پدچین ها رو رعایت کنیم. فعل انده یعنی نشستن. به علاوه انده میشه. میشه اندنده، حتی اگه نشستی، حتی اگه میشینه. منده دا یعنی آماده کردن. مثلا غذا رو آماده کردن. به علاوه نده میشه مندنده. اینجا یک استثنایی بوده و در مورد این حرف، در مورد حرف ل و یا حرف ر ما یک قانونی رو داشتیم. اینجا هم همون قانون رعایت میشه. حرف ل حذف میشه و میره جزء بدون پدچیم ها، میشه مندنده حتی اگه آماده کنه. چیوان هدا داوطلب بودن. چون چاپ جان دعوت و یا اطلاع یا کارت دعوت. سوریان مقدار. توب کاغذ ورقه. پونیام هدا شکایت کردن. تنین استعداد هنر. کی بو هدیه. شیگاک جنگین فرد کمبینا. چمجا الفبای نابینایان. شیگاک جنگه درس حفظی یا از حفظ خانی، درسی که حفظ میشه. نینسو جاک تنامیز. انسان صدا یاد داشت. کمسک چند نوار جستجو. چی چی اثر مفهوم. چوتنگی کودکی یا دوره رشد. اینجه بدبختی بلا. پلکوی هدا آفتابی کردن، از زیر خاک در آوردن. هنوان تجدید، ترمیم، بهبود. تپنگیان جهتهای متعدد. پیانهین تدا ترکیب کردن، ادغام کردن. ممتم دا خود استخدام در یا کار برای. اوجی جای دور افتاده، مناطق داخلی. ته تصادف، مصیبت. چمتم هدا اعدام با بریدن. سه هین سنگه آن که پامیا چوته نچورگی. افشای موضوع با اشاره به یک پدیده اجتماعی. چشینی ایگیان حقاگی. عقیدت رو روشن کن یا توضیح بده، بیان کن. یاراسا همی چکمشیک هیمه هبچیمیان هنسارمه توکی شیون. اگه چند نفر به هم بپیوندند، به راحتی می توان به یک نفر کمک کرد. آریون چطیه این سرمگیری سارو توی سنگهگه یوگیم. در شرایط سخت برای یک دیگر متاسف شوید. درس دوم از فصل اول. استراتژی کسب و کار. ساب چالیت. ساب یعنی کسب و کار. چالیت استراتژی. این گرامر برای صفت ها و فعل ها استفاده میشه. معنای گرامر مهم نیست که یا چه برسد به،
برای فعل ها ما از کینن پوسا حقو استفاده میکنیم. این گرامر برای با پچیم ها و بدون پچیم ها به صورت یکسان استفاده میشه. پودا یعنی دیدن و علاوه کینن کوسا حقو میشه پوگینن کوسا حقو. مهم نیست که ببینه. آتا معنی متفاوتی داره. آتا به معنای دوباره هستش، به معنای گرفتن هستش، به معنای خرید کردن هستش. اینجا معنای گرفتن رو بهتون میگم. آتا بالویه گینن کوسا حقو میشه آت گینن کوسا حقو. مهم نیست که بگیره. بگیره یا قبلش یه جمله هستش، مثلا طرف میگه که اون نمیتونه اصلا اون کار رو انجام بده، چه برسه به اینکه بخواد اون کار رو بگیره. برای صفت ها نادا یعنی گسترده بودن، وسیع بودن، و علاویه گینن کوسا حقو میشه گینن کوسا حقو. مهم نیست که وسیع باشه، مهم نیست که گسترده باشه. یه بودا یعنی زیبا بودن، خوشگل بودن. علاوه یه گینن کوسا حقو میشه یه بوگی نن کوسا حقو. مهم نیست که خوشگل باشه. که مثلا میگیم اون طرف اصلا خوشگل نیست، اون طرف زشت هستش، چه برسه به این که بگیم خوشگله. گرامر بعدیمون گرامر هستش که برای فعل ها استفاده میشه. گرامر لاتینیان. این گرامر برای فعل هایی که با پچیم هستن و فعل هایی که بدون پچیم هستن متفاوت استفاده میشه. برای فعل هایی که با پچیم هستن ما از ال لاتینیان استفاده میکنیم. برای فعل هایی که بدون پچیم هستن از ال لاتینیان استفاده میکنیم. گرامر به معنای هر بار، هر زمان، هر وقت. فعل هده به علاوه ال لاتینیان میشه چون پچیم نداره، میشه هلاتینیان. هلاتینیان هر بار که انجام میده، هر زمان که انجام میده. ابتدا به معنای پوشیدن هستش، به علاوه ال لاتینیان میشه چون پچیم داره، میشه ایبلاتینیان هر بار که میپوشه، هر زمان که میپوشه. به طور مثال هر زمان که لباس میپوشه دیر میکنه. هر بار که داره این لباس رو میپوشه دیر انجام میده این کارو، دیر میکنه. گرامر بعدیمون تاسون چی دارد و برای فعل ها و صفت ها استفاده میشه این گرامر. برای فعل ها ما باید قانون با پچیم ها و بدون پچیم ها رو رعایت کنیم. معنای گرامر هرچند اگه ایتا کرد که کدا به علاوه تاسون چی دارد و میشه چون بدون پچیم هستش، میشه کن تاسون چی دارد و. هرچند که میره، اگه که بره، ایتا کرد که میره. پدا پچیم داره به علاوه نن تاسون چی دارد و میشه، میشه پد نن تاسون چی دارد و. هرچند که دریافت میکنه یا اگه دریافت میکنه. برای صفت ها ما باید از تاسون چی دارد و استفاده کنیم. یعنی اینجا ما برای صفت ها قانونی که باید برای با پچیم ها و بدون پچیم ها رعایت میکردیم رو لازم نیست رعایت کنیم، چون برای هر دوشون از تسون چی دارد و استفاده میکنیم. هیمدردا به معنی سخت بودن هستش. به علاوه تسون چی دارد و میشه هیمدرد تسون چی دارد و. هرچند که سخته، اگه که سخته. همودا یعنی شلوغ بودن. به علاوه تسون چی دارد و میشه پاپه تسون چی دارد و. هرچند که سر شلوغه ولی بازم این کار رو انجام میده. به طور مثال هرچند که سرم شلوغ باشه ولی بازم درسم رو میخونم. هو جان
سرمایه، صندوق. هیسو هدا، پس گرفتن، کنارگیری. چوتک، مسکن، خانه سازی. توکیم، پسنداز، اقساطی. تپو، عرض دو برابر. اینسانتدا، متأثر شدن. یونگو، تجارت. شیجوک، عمل کرد، نتیجه، سود. سونکاتیب، پرداخت مبتنی بر عمل کرد. ایسا، دکتر، به معنای دادرسی هم هستش. چوچان هده، قره انداختن. یونگی هده، آسان کردن، ساده کردن. وانگا، قیمت، ارزش برنده. اینگون بی، هزینه پرسنل. پونی، آسایش، سعادت. بوسنگ، تازه کار، کوچکتر. پیاندوری، هومه، پیرامون. وندریو، مواد خام. تیبک، بزرگ، خوششانس. سومه، خرد فروشی، آستین. تومه، عمده فروشی. ونسنجی، مبدا، بومی. چیکاره، معامله مستقیم. چپنمون، سفر، دیدن، تماس بگیری. تشینی، پیانگ هامل، پکیمیا، مونجه جام، نوچورگی. تجربه خود را روشن کنید و مشکلات را آشکار کنید. کانی حقوزا هنن چونخاک هن مونده چشی حقی. دقیقا مشکلی رو که میخواهید رسیدگی کنید بیان کنید. مونده ای وانین پونساک حقی. علت مشکل رو تجزیه و تحلیل کنید. هم دیریجی آنکو تنبانه مانن چه موره آدم. ثروت زیادی را در یک حرکت بدون تلاش به دست آورید. میشه اینجا گفت بدون سخت بودن هم. ثروت زیادی را در یک حرکت بدون سختی به دست بیاورید. درس سوم از فصل اول. مسکن و زندگی. چوگا و سینهای. چوگا مسکن و به معنای و هستش که برای بدون پچین ها استفاده میشه. سینهای زندگی. اینجا ما یه گرامر داریم که برای فعل ها استفاده میشه. گیمان جونگیجی. این گرامر به معنای در غیر این صورت یا تنها به دلیل. برای فعل هایی که با پدچین هستن و فعل هایی که بدون پدچین هستن طرز استفادهش یکسان هستش. از گی من جونگی جی استفاده می کنیم. یا گیه من جونگی جی استفاده می کنیم. این ای رو می تونیم استفاده کنیم، می تونیم استفاده نکنیم. طرز استفادهش اختیاری هستش. فعل این در بالاویه گی من جونگی جی می شه ایسو گی من جونگی جی. ایساگیه منجونگیجی. یک بار با ا و یک بار بدون ا. یاد داشتن، تنها به دلیل داشتن، در غیر این صورت داشتن. سونپودا به معنای دیدن یک بازدید کننده هستش، معنای دریافت شرکت، مراقبت از یک چیزی هم هستش. سونپودا به علاوی گی منجونگیجی میشه سون پاگیه منجونگیجی. در غیر این صورت مراقبت از یا دریافت شرکت یا اینکه در غیر این صورت دیدن یک بازدید کننده. میتونیم از این سه تا معنی استفاده کنیم یا این سه تا معنی توی این گرامر وجود داره و از اونجایی هم که این کلمه چند تا معنی داره باید از توی جمله
معناش رو متوجه بشی. و یه نکته ای. سون پانگ یه من جونگی جی. این ای رو که گفتیم میتونیم استفاده کنیم، میتونیم استفاده نکنیم. اگه دقت کرده باشیم این گرامر در زمان گذشته استفاده میشه. گرامر بعدیمون گرامری هستش که برای زمانی استفاده میشه که یک اتفاق افتاده، یا اینکه یه اتفاقی در پشت یک ثانیه در حال رخ دادن هستش استفاده میشه. معمولا این گرامر برای مکالمات روزانه و غیر رسمی استفاده میشه. گرامر به معنای تحت یا با توجه به شرایطی که هستش. این گرامر برای صفت‌ها و فعل‌ها استفاده میشه. برای صفت‌ها ما باید قانون با پدچین‌ها و بدون پدچین‌ها رو رعایت کنیم. برای صفت‌هایی که با پدچین هستن از ان مدنگه استفاده می‌کنیم و برای صفت‌هایی که بدون پدچین هستن از ن مدنگه استفاده می‌کنیم. مانند من تابلوی ان مدنگه میشه مانن مدنگه با توجه به شرایطی که زیاد هستش، تحت زیاد بودن. تاجی دا بلوی نن مدنگه میشه هاجی نن مدنگه. هاجی دا یعنی جدا کردن. اینجا ما این فعل رو داریم که بدون پدچین هستش، از نن مدنگه استفاده میکنیم. تحت جدا شدن، با توجه به شرایطی که جدا شدن. فکر کنیم دو نفر از هم جدا شدن، میگیم با توجه به شرایطی که جدا شدن. فعل ماگده به معنی خوردن هستش. برای نن مدنگه میشه ماگنن مدنگه، تحت خوردن، با توجه به شرایطی که میخوره. مثلا میگیم با توجه به شرایطی که بیمار داره غذا میخوره سالم هستش. این دو تا تلفظ داره، شو قیسو و یا هیو قیسو، محل استراحت. چای پونگ، یک میله آهنی. آندون تانگا، سقوط. تی چونگ، سالن اصلی یا یک سالن. چاما، لبه بام. ننگی، هوای خنک. پیال، چیدمان و به معنی تراز هم هستش. چیپ، پوشال، حسیر، نی. پانسو، ضد آب. آنچه، ساختمان اصلی. سارانچه، قسمت مردانه. چوسنگهای، خانه زندگی. سادانگ، مهمانی خصوصی. سادانگ به معنای مقبره، آرامگاه و زیارتگاه هم هستش. تدیجاک به صورت بزرگ یا عمده. نوزد مدیریت و کارگر. چونیاک قدرت کامل. بودنگ هده بسته‌بندی کردن. یونده سریال سازی. آکونگ یک شومینه. نقطه قدر پن مصدق کردن، پن کردن، وسیع کردن. میلتک پیوند در عمق یا بستن. منتیبانگ آستانه. پون مشکل، کار. سویان قدر مصادره کردن. چوگایی کنتون چام پکیگ و کنسا پکی. شناسایی و تجزیه و تحلیل نقاط مشترک مسکن. چوبایی چوجه تهان فکری و خونسا قگی. موضوع مسکن را شناسایی و تحلیل کنیم. ونجاکوا چوبایی ایوی می هنگه چنگل چنگلیاکو پیونگا هگی. اهمیت و محدودیت های اثر اصلی فیلم را سازماندهی و ارزیابی کنیم. نگونا الدروگ کک یوران هاشی تیم. اینجا این دو تا تلفظ داره، نگو یا دوگو. دوگو طرز نوشتنش به همین صورت هستش، فقط تلفظش متفاوت هستش. نگو یا دوگو هر دو به معنای کسی هستش، طوری که هر کس بداند به اطلاع عموم برسانید.